به نام خدا عباس یزدان پناه هستم و با ارائه یک قسمت دیگه از 97 چیز که یک برنامه نویس بهتر است بداند در خدمت شما هستم بررسی کد هدف از بررسی کد افزایش کیفیت کده یعنی چی؟ یعنی ما دوست داریم که ته بررسی کدمون بتونیم یه کد با کیفیت تر و یه کد با خطای کمتر داشته باشیم ولی معمولا بررسی های کدی که تا این لحظه انجام دادیم تجربه بدی بوده برامون یا خیلی خشک و رسمی بوده یا توسط یه آدم خیلی های لول مثلا معمار سیستم مدیر فلانمون انجام میشده که اصلا تجربهش رو لذت بخش نمی کرده. یعنی یه بار مسئولیتی خیلی عجیب غریب روی دوش آدم بوده بار قضاوتی عجیب غریب روی دوش آدم بوده و یه وقتایی هم بررسی کده انقدر با نک می شده و اینقدر اذیتمون می کرده که باعث می شده کارایی تیممون کم بشه و از بین بره و خیلی وقتا فکر میکردیم وقتی که کدمون بررسی میشه داریم قضاوت میشیم یعنی میگیم که فلانی تو چیزی بلد نیستی یا فلانی تو چیزی خیلی بلدی و معمولا بررسی کننده ها به همه زیر بم کد آگاه نبودن یعنی یه نفر آها ببخشید در بررسی کننده ها باید به همه ی بم کد آگاه میبودن و هر کسی نمیتونسته چیز انجام بده و عملا بررسی کودمون میشده گلوگاه ولی ما بایستی توی بررسی کد یه اهدافی رو داشته باشیم اون اهداف اینه که اولا اه... نباید دنبال این باشیم که ایراداتمون رو کم کنیم یا رفع کنیم دوما این که باید هدفمون این باشه که اشتراک دانش داشته باشیم یعنی همه اعضای تیم بدونن کدوم قسمت از کار به چه شکلی داره انجام میشه بعدم بتونیم خط معش ها یا گایدلاین ها رو توی کدمون پیدا کنیم که آقا جان ما برای انجام فلان تور کار چه کاری انجام میدیم یا اگه خواستی فلان کار رو انجام بدی چی کار کن چه جوری کار کن نکته بعدی اینه که افراد باید حس کنن که کد متعلق به اوناست و تمام کد جزء مسئولیت اوناست نه اینکه فقط یه بخش کوچیکی از اون کد مربوط به اونا بشه و نکته بعدی اینه که یکی از اعضای تیم رو به تصادف انتخاب کنید و کد اون بند خدا رو ریویو کنید و سعی کنید که از این تجربه یاد بگیرید به جای اینکه ایراد بگیرید و فکر عیب یابی باشید عیب جویی باشید اگه کلمه درستش رو بخوام بگم و نکته هایی که در حین بررسی کد باید در نظر بگیرید اینه که اول مهربون باشید بالاخره اون دوستتون هم همکارتونه آدمه و بالاخره اشتباه میکنه مهربانانه بخوایم بالاخره یه کاری انجام بدیم که یه چیزی بهتر بشه نکته بعدی اینه که نظرات سازنده بدید نکوبنده یعنی به جای اینکه بگی تو اینو اصلا بلد نیستی نمیتوشه گفت که بهتر نیست که اینو اینجوری انجام بدی و سعی کنید که هدفتون بهبود باشه تا کوبیدن و یه سری هم قوانین جدید جدید بذارید برای ریویو سعی کنید آدمایی که قدیمی ترن کمتر کد ریویو کنن یعنی سعی نکنید که کود ریویو وابسته به اونا بشه و نکته یه بعدی اینه که بخش های مختلف سیستم رو به آدم های مختلف بدید که انجام بدن مثلا کارکردار رو یه نفر تست کنه اون رو یه نفر و حتی میتونید چرخش این کارو بکنید مهمه که همه اعضای تیم بدونن که چطوری میشه کار کرد و چجوری کد رو بررسی کنن چیز بعدی که مهمه بدونید اینه که جلسات بر بررسی داشته باشید یعنی چی؟ یعنی اینکه جلسات مستمر هفتگی داشته باشید که کدها رو تو اون جلسات بررسی میکنید مدتش چند ساعت باشه یعنی زمان کوتاهی براش نگذارید و اینکه نکته اینه که مسئولیت ها و نقش ها نباید به یه افراد ثابتی داده بشه باید به چرخه مثلا امروز مدیر اون جلسه ها. یکی از اعضای تیم فردا یکی دیگه میشه و مهمتر اینه که تازه کارها و با تجربه ها رو هر دو با هم درگیر کنید تا اینکه انتقال تجربه و دانش کم کم انجام بشه و یه چیزی یادمون باشه که داشتن کد کانونشن یعنی یه اصولی که باهاش کد بنویسیم حالا خیلی زیادن گوگل برای مثلا کدای سی یک کات کانونشنی داره هر اصطلاح اصولی که در نوشتن کد استایلینگ و چیزهای مختلفش وجود داشته باشه این کار رو براتون راحت تر میکنه و دقت کنید که جلسه کد ریویو باید جلسه ی لذت بخشی بشه نه یه جلسه خسته کننده ی عجیب غریب اگه نتونید از این جلساتتون لذت ببرید احتمالا ریویوتون نه کارا خواهد بود نه مورد استفاده خودتون رو دیگران قرار خواهد گرفت نکته بعدی اینه که نقش آدم ها رو در نظر بگیرید آدم اشتباه میکنن و ممکنه ناراحت بشن پس تو بررسیتون نقش اونها رو هم در نظر بگیرید و اینکه خیلی جلسه رو رسمی و جدی و اینا نکنید یه جلسه غیر رسمی باشه به هدف یادگیری همه افراد و در نهایت اینکه نظرات نیشدارتون رو بیرون جلسه بگذارید و خوراکی به جلسه بیارید خیلی ممنون که به یه قسمت دیگه از این مجموعه گوش دادید خدا نگهدار